تلویزیون اسکای نیوز در برنامه‌ای در مورد تظاهرات مردم ایران و حمایت‌های بین‌المللی از اون گفت، در شرایطی که تظاهرات مردم علیه رژیم جریان داره و سطح شعارهای تظاهرکنندگان گسترش یافته، حمایت بین‌المللی از مردم ایران بیشتر و بیشتر میشه. آیا زمان اون نرسیده که از اپوزیسیون ایران حمایت کنیم؟ این سوالی است که بیش از هر زمان دیگری مطرح می شود. ان المقاومه الايرانيه هي مقاومه مستقله، مقاومه نابعه من ابناء الشعب، هذه المقاومه قدمت حتى الان. دکتر سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت گفت: مقاومت ایران مستقل و برخواسته از مردم است. این مقاومت تا این تاریخ 120 هزار نفر از اعضا و هوادارانش را در راه آزادی تقدیم کرده است. اسکای نیوز. حمایت تکنولوژیکی یعنی تامین اینترنت سریع برای مردم ایران ضروری است. این حمایت چه تأثیری دارد؟ دکتر سنابرق زاهدی. ایرانی و ابناء الشعب الايراني ان يكون لديه ان تكون لديه هذه الامكانيه، امكانيه التواصل من من حق كل ابناء الشعوب و لما يقوم النظام بحجب هذه الامكانيه. من فکر می‌کنم این حق مردم ایران است که این امکان در اختیارشان باشد و بتوانند ارتباط برقرار کنند. این حق تمامی مردم است و زمانی که رژیم این امکان را فیلتر می کند و اینترنت و تلگرام و غیره را فیلتر می کند، می بایست کشورهای دیگری که چنین امکاناتی را در اختیار دارند آن را در اختیار مردم ایران قرار دهند. ما هم می خواهیم که این امکان توسط هر کشوری و کشورهای همجوار یا کشورهای بزرگ که می توانند چنین امکانی را در خدمت مردم قرار دهند این کار را انجام دهند. اسكاي نيوز. تبقى الكثير من الوقت معك، اود ان استفيد من وقت اللقاء معك، يعني هل تتوقعون دعما امريكيا قريبا؟ باختصار دكتور زاهدي. نحن حقيقه كما قلنا وهذا الموقف اللي اعلنته السيده رجبي عده مرات، نحن ضد الحرب الخارجيه، نحن لا نريد لا مال. آیا انتظار دارید که امریکا به مقاومت ایران کمک کند؟ دکتر سنابرق زاهدی. همانطوری که خانم رجبی بارها گفتند، ما علیه جنگ خارجی هستیم. از کشورهای خارجی نه پول می‌خواهیم نه سلاح، بلکه می‌خواهیم که کشورهای جهان در مقابل مردم و مقاومت و رژیم ایران موضعی بی‌طرف داشته باشند. متأسفانه تا به حال تمامی دولت‌های آمریکا در کنار رژیم ایران بودند و از این رژیم حمایت کرده و مقاومت ایران را محدود کردند. آنها ما را در لیست تروریستی گذاشتند و در عراق پایگاه‌های ما را بمباران کردند و از هیچ تلاشی برای زدن و کنار گذاشتن ما از معادلات سیاسی فروگذار نکردند. چیزی که می‌خواهیم این است که کشورهای بزرگ در مقابل مردم ایران و مقاومت آنها و رژیم سرکوبگر تروریستی که بر کشورمان حاکم است بی‌طرف باشند.